خبرهای فردا رو از خارپشت میشنوید. در هفته‌های گذشته به دنبال 7 تیرکشی در سازمان صنعت و معدن استان تهران و زخمی شدن یک رئیس به وسیله معاونش، کشته شدن پسر آقای محسن رضایی در یک هتل در دبی که مطابق معمول به شکلی مشکوک رخ داد، انفجار در یکی از مراکز سپاه، مرکز موشکی سپاه در حوالی کرج که صداش در منطقه غرب تهران اومد اما خرابیاش در منطقه شرق تهران اتفاق افتاد، یک نماینده قلابی رئیس جمهور دستگیر شد. در همین حال سوریه به شدت به کشورهای عربی که خواستار توقف کشتار در این کشور شده بودند هشدار داد و اعلام کرد که هیچ لزومی به توقف کشتار در کشور سوریه نیست. اما هوگو چاوز نه تنها هیچ هشداری به سوریه نداد، بلکه اعلام کرد آمریکا به سوریه تروریست میفرسته. وی در حالی که سرش رو همینجوری تکان میداد گفت همونطوری که 3 سال قبل 3 میلیون تروریست رو آمریکا فرستاده بود به تهران تا راه پیمایی کنند. در پی همه این بزن ها و اتفاقات عجیب و غریب، یکی از مقامات مهم گفتش که هر تجاوزی را با مشت پولادین ارتش، سپاه و بسیج پاسخ خواهیم داد. این بود خلاصه اخبار. به مشروع اخبار و گزارشاتی که احتمالاً 1 سال بعد اتفاق خواهد افتاد توجه فرمایید. هیئت دولت تشکیل جلسه داد. هیئت دولت صبح دیروز با حضور رئیس جمهور و وزرا تشکیل جلسه داد. در جریان این جلسه 3 تن با کلت کشته شده و 7 تن مجروح شده. سخنگوی دولت گفت علت این واقعه ناهماهنگی بین وزارتخانه های اقتصادی بود که باعث شد وزیر اقتصاد و دارایی 3 وزیر را با گلوله کلت به قتل برساند. وزیر مذکور اعلام کرد امیدوار است بقیه وزارتخانه ها از این موضوع درس عبرتی بگیرند و خودشان را با این وزارتخانه هماهنگ کنند. همچنین جلسه مجلس شورای اسلامی هم تشکیل شد و میتی کوچیک نماینده تهران و عضو کمیسیون اعصاب و روان مجلس دهقان نماینده مخالف دولت رو که در نطق پیش از دستور به شدت به دولت حمله کرده بود با 6 گلوله به شدت زخمی کرد. رئیس مجلس از اقدام میتی کوچیک به شدت انتقاد کرد و گفت از این پس نمایندگان با تانک به مجلس خواهند آمد. وی گفت پوشیدن جلیقه ضد گلوله در مجلس برای نمایندگان اجباری خواهد بود. همچنین رئیس مجلس اعلام کرد به زودی یک کاتیوشا و یک تیربار در بالای تریبون مجلس نصب میشه تا هر کس خواست اقدام ضد امنیتی بکنه در جا به گلوله ببندنش. پسر رحیم مشتی به گروگان گرفته شد. در حالی که هنوز خبری از 14 فرزند 11 نماینده مجلس که به دنبال عدم تصویب طرح واگذاری معادن جنوب کشور به پسرعمه سردار تنومند گروگان گرفته شده اند، امروز پسر رحیم مشتی مشاور رئیس جمهور به گروگان گرفته شد. گروگانگیرها طی تماسی تلفنی اعلام کردند ولشون کنید تا ولشون کنید. این اقدام ظاهرا توسط واحد گروگانگیری و ترور مجلس شورای اسلامی انجام گرفت. واحد مرکزی خبر همچنین اعلام کرد
که مراسم دوئل میان حاج محسن رضایی و محمود احمدنژاد از فرادر محوطه شورای نگهبان انجام خواهد شد. محمود احمدنژاد متهم است که یک سال قبل فرزند محسن رضایی را در هتلی در دبی کشته است. احمدنژاد گفته است من نکشتمش ولی میدونم کی کشته. مونتاژ نمیگم. اگه خیلی اصرار داره بریم دوئل. ببینیم آخرش کتنه کیه. سه حمله هوایی و 17 انفجار در تهران. در جریان حمله هوایی شکاری جنگنده های اسرائیل به تهران از 6 راکت شلیک شده توسط این جنگنده های متجاوز، یک فرودگاه نظامی، پادگان عشرت آباد سابق و ساختمان اصلی نیروگاه اتمی تهران مورد اصابت راکت قرار گرفت. در جریان این حملات حدود 30% خسارت به مراکز مذکور وارد شده و 12 تن به شهادت رسیده و 18 تن مجروح شدند. همزمان با همین اتفاق در جریان شلیک یک موشک شهاب 3 تمام انبار مهمات پارچین به دلیل بی‌احتیاطی منفجر شد. 13 مرکز دیگر نظامی سپاه نیز تصادفاً و به دلیل اشتباهات کارکنان ایثارگر سپاه منفجر شده و در مجموع 357 نفر در این مراکز به شهادت رسیده و 1276 تن مجروح شدند. همچنین مرکز اتمی و غنیسازی پارچین، نطنز و مرکز غنیسازی اصفهان به دلیل اختلال در سیستم امنیتی رایانه‌ای به طور همزمان منفجر شده و 17 تن از 32 متخصص رد بالای انرژی هسته‌ای کشور در این انفجارها جان باختند. در همین راستا بان کی‌مون این آقاه با انتشار اطلاعیه از سپاه پاسداران خواست که جلوی اقدامات غیر احتیاط‌آمیز خود را بگیرد، وگرنه سازمان ملل ناچار خواهد شد برای جلوگیری از کشتار پاسداران توسط فرماندهانشان رأساً وارد عمل شود. به گزارش واحد مرکزی خبر، طی یک ماه حمله اسرائیل به ایران تا امروز در جریان 218 حمله 369 نفر از هموطنان نظامی و غیر نظامی به شهادت رسیدند. اما در جریان 65 انفجار ناشی از اقدامات بی احتیاطی سپاه و بسیج تا کنون 12765 نفر کشته شدند. نماینده قلابی رئیس جمهور دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مردی که خود را نماینده رئیس جمهور می‌خواند و قصد ازدواج با دختر یک خانواده مذهبی را داشت دستگیر شد. آقای نصرالله صحراییان، پدر دختری که مورد خواستگار نماینده قلابی بود، به واحد مرکزی خبر گفت این جانب نصرالله صحراییان پدر دختری هستم که مورد خواستگاری نماینده قلابی آقای رئیس جمهور قرار گرفتم. من و خانمم خیلی دقت کردیم، 12 دلیل پیدا کردیم که ایشون نمیتونن نماینده راستین آقای رئیس جمهور باشن. اولا اینکه ایشون آدم دروغگوی نبود، دوم اینکه آدم تمیزی بود، سوم آدم تحصیل کرده ای بود، چهارم اینکه آدم خونوادداری بود، پنجم اینکه اصلا عدلوزی و شارلاتان بازی و کلاهبرداری و این چیزا نبود، ششم اینکه ایشون گفتن که در 6 سال گذشته فقط یه بار اونم با پول خودشون یه سفر خارجی رفتن ترکیه. هفتمی که جوراب پسر کوچیک ایشون نگاه کردن دیدن جورابشون نه سوراخه نه جوراب سفید پوشیده بودن نه جورابشون بو میداده. هشتمی که معلوم بود که همون رو هموم رفتن، اوت کلوزد بودن، این نکته نهم بود، خیلی مهم بود. دهم هم در تمام 3 ساعتی که ایشون در منزل ما مشرف بودن، تشریف داشتن منزل ما، ایشون یه بار هم دستشویی نرفتن.
یازدهمی که بلد بودم پوست میور بکنن که نمکدونم درست دستشون میگرفتن. دوازدهم هم این بود که زیاد حرف نمیزدن، وقتی ما حرف میزدیم حرفامون گوش میکردن. ما بیششون مشکوک شدیم، زنگ زدیم، تلفن زدیم به دفتر ریاست جمهوری، اونا گفتن ما همچی کسی نداریم، اینجا نماینده ما نیستن. بعد ما با 13 پلیس تهران تماس گرفتیم که اونا اومدن و ایشون دستگیر کردن بردن. پدر عروس در پاسخ به این سوال که بعد از دستگیری ایشان چه اتفاقی افتاد گفت ما وقتی مطمئن شدیم که ایشان نماینده واقعی رئیس جمهور نیست و حتی او را تا به حال حتی یک بار هم ندیده و هیچ نسبتی با او ندارد رضایت دادیم و بعد از اینکه آزاد شد دختر من با او عروسی کرد. به دنبال اخراج سفیر سوریه از تونس، اتحادیه کشورهای عرب با اکثریت آرا سوریه را تهدید کرد که عضویتش را در این اتحادیه لغو می‌کند. این اتحادیه اعلام کرد حرف زیادی بزنی عضویت مخالفان دولتت رو به رسمیت می‌شناسیم، حواست باشه. در همین حال پادشاه اردن رسما به بشار اسد گفت برو دیگه، عجب مگسی هستی، حالا باید بگیرم وسط خیابون چوب توی بوقت بکنن، بچه پر رو. با این حال سردار نقدی، سلیمانی، قمبری، فیروزآبادی، همدانی، تهرانی، نیشابوری، مشهدی، کرمانی، وحیدی و بقیه سردارانی که انگار بشار اسد شوهر ننشان است گفتند که در صورت حمله به سوریه ما با همه قوا از این کشور حمایت میکنیم. این سرداران گفتند سوریه ناموس ماست. در همین حال یک دختر دانشجو که معلوم نیست ناموس کدام یک از این سرداران بود و اگر نبود چرا، در هنگام رفتن به سر کلاس مورد تعرض و آزار یک راننده که اسمش بشار اسد نبود ولی کارهای شبیه او میکرد قرار گرفت. دیروز سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که بخشهایی از تخت جمشید ترک خورده است. این سازمان علت ترک خوردگی را توضیح نداد، اما از سوی آقایان کوروش کبیر، جمشید، داریوش، بردیا، گشتاسب، لهراسب اطلاعیه صادر شد که ما با خواندن این خبرها هر روز داریم تکان تکان میخوریم، چطور شما عین خیالتان نیست؟ در همین حال یک مقام مهم گفت هر تجاوزی را با مشت پولادین ارتش، سپاه و بسیج پاسخ خواهیم داد. همزمان با تکان خوردن مشت پولادین ارتش، سپاه و بسیج یک مرکز موشکی سپاه در ملارد کرج منفجر شد و سپاه اعلام کرد که این مشت را زیاد تکان ندهید چون ممکن است جاهای دیگر ها هم منفجر کنید. خبرهای ما در این ساعت به پایان رسید.